در انتهای موسم جاری دعوت به ارتش در شهر کولوب یک ابلو و یا جلب اجباری غیر عادی صورت گرفته است. فردوس عبدالرحیموف دانشجوی سال سیومی دانشگاه دولتی کولوب را به خاطر گویا شبانه مست در کوچه گشتن بازداشت کرده و به خدمت سربازی بردند. بیستم ساعت هفت بیگه فوتبال میرم گفت بچم. اومد پشکوش پشید علیش کرد فوتبال میرم گفت. ساعت ده شب هم خیلی داره گفتیم که ابلا و قبیده چوره های حضرت امیجان بردهش کمیساریت حربی. کمیساریت حربی رفتن گفتن که دانشجوهای باور نکدن دیکن دانشگاه را بردن باور نکدن. کمیساریت حربی شهر کولوب جلب اجباری فردوس عبدالرحیموف را رد کرده گفته است داوطلبانه به کمیساریت حربی حاضر شده است. در نامه نهاد بر رهبریت دانشگاه شهر کولوب گفته شده است که معلوم کردند فردوس عبدالرحیموف در حالت مستی قرار داشته است و این حالت به نام دانشجو اسناد می آورد. من استودنت را از شریعت هم میگم که کدوم سیاخه خواهیش دارم میره و بخواهی طریق عریضه نبیدم و بزرش آمان نسانیم. در ضمن کمیساریت حربی از رهبریت دانشگاه درخواست کرده است که او را خارج کنند و مسئولان دانشگاه مجبور شدند دو روز پس فردوس عبدالرحیموف را خارج کنند. شما از ماموریت دانشگاه هم شد. ماموریت دانشگاه مونم که خدمتش خودم خارج کنیم. مادر فردوس عبدالرحیموف میگوید مراجعت های او به مقامات بی نتیجه بود و با شیوه خیلی دغلی پایمال کردن قانون پسرش را اجباراً به خدمت ارتش بردند، در حالی که مبلغ تحصیلش برای یک سال را از قبل پرداخت کردند. 21 ماه گرفته بودیم، روز 22 خارجش کردند. با کدام سبب؟ ما میرا میخوام بفهمم که ما خودم یک از بان قرض گرفتم. ای بان قرض گرفتم با چه شرطنامه شده دادم که بخونه پگا در امید مملکت خنو کار کنه و فایدهش برسه به خال. یکی شرطنامه هم سوخت با چه ما بردن با چی میشوه ولی خلق بیچاره را با کی دادمونه بگیم. ضمناً شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا میدهند که به اطلاع کمیسیه دعوت در شهر کولوب نقشه سربازگیری برای ارتش زیاده از 98% اجرا شده است.